جلیلی چه میکرد در مذاکرات 5+1 که به نتیجه نمیرسید؟ ببینید، من اینجا علی رغم اینکه ممکنه اختلاف نظر داشته باشم با آقای جلیلی، ولی من این رو عرض بکنم، واقعا من چون که شاید تنها فردی باشم که از ابتدا تا انتها تا حالا بودم، هر کدوم از عزیزان دیگه در ایستگاه‌های مختلف وارد پرونده هستی شدن، اما من چون نماینده ایران بودم در آژانس از ابتدا تا از ابتدا بودم. خب ابتدا این پرونده دست سازمان انرژی اتمی بود، بعد که دیدیم داره ابعادش گسترده تر میشه واگذار شد با آقای دکتر خرازی وزیر خارجه، چون ابعادش گسترده تر میشد. بعد آقای خرازی هم دید نه ابعادش گسترده تر از وزارت خارجه است، واگذار شد به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جناب آقای دکتر روحانی. پس ببینید اینجوری رفت که رفت تو دبیرخانه. علت این که رفت تو دبیرخانه، از سازمان رفت به آژانس وزارت امور خارجه، از وزارت امور خارجه رفت به دبیرخانه. خب زمان آقای دکتر روحانی کار بزرگی که انجام دادن، من یک بار اینو گفتم، اون موقع یک هجمه عظیمی علیه ایران بود، فضای بین المللی علیه ما بود، بالاخره فضا رو ساخته بودن، پرونده ساختگی رو ایجاد کرده بودن. آقای دکتر روحانی به نظر من هنرشون و نقششون این بود که این اجماع جهانی رو نذاره شکل بگیره و نذاره توانست. چه کار کردن؟ خب بالاخره یه سری محدودیت ها رو پذیرفتن، این که مثلا تعداد سانتریفیوژ ها رو چیکار کنم، ببخشید معلق بکنم، بحث غنی سازی و مسائل حتی UCF هم من فکر میکنم معلق، خب مثلا فعالیت های هستی عمدتا معلق شد، برای قرار بود 6 ماه معلق بشه تا اعتماد سازی بشه و دوباره برگرده این فعالیت ها. 6 ماه شد 1 سال، 1 سال شد 2 سال و اونها به تعهدشون عمل نکردن. ما معلق کرده بودیم فعالیت های هستیمون رو، که حضرت آقا دیگه اواخر دوره جناب آقای دکتر خاتمی بود فرمودن که خود شما دیگه، چون که اونها ملتزم به تعهدشون نبودن، شما هم دیگه التزامی به حفظ تعهدتون ندارید، برگردید. دوره آقای احمدی نژاد این کار؟ نه، دوره آقای خاتمی. دوره آقای دکتر خاتمی این اتفاق. پس آقای خاتمی دستور دادن که این برگشت، دستورش خود، ولی دیگه عملا کار افتاد به دوره آقای دکتر احمدی نژاد. درست. خب پس ما یه تجربه اینجا عنایت بکنید، این نکته مهمی، ما یه تجربه از بدعهدی و بدقولی غربی ها داشتیم، 2 سال معلق کرده بودیم و اینها وفای به عهدشون نکردن. چی شد؟ بالاخره رفت تو دوره آقای دکتر احمدی نژاد و آقای دکتر جلیلی اومدن. آقای جلیلی یه مقدار انعطافش، حالا یه مقدار که چه از کنم، انعطافش کم بود. خب شما خودتم اگر جای آقای جلیلی بودید، با یه همچین پیشینه‌ای میدیدید چه انعطافی میخواستید؟ ما اون موقع انعطاف که نشون داده بودیم. خب ایشون اصلا مخالف مذاکره بودن، اساسا مخالف مذاکره بودن. نه دیگه، مذاکره کننده بود با 5+1. درسته، ولی خب گامی جلو نرفتش، ضمن اینکه با کانال دوم هم مخالفت کرد. من دارم میگم ببینید، علت اینکه گام جلو نمیرفت، آقای جلیلی صفر گرفت، اون هم احساس قدرت میکردن، چون که هنوز صنعت هستی ما 2 سال بود متوقف بود، ما در ابتدای صنعت هستیمون بودیم، یعنی وقتی که آقای احمدی نژاد اومد تعداد سانتریفیوژ و اینا که اون مثل الان، که الان که حالا یه چیز دیگه است، حالا اون موقع هم که اصلا وضع ابتدای راه بودیم، توجه میکنید ما در ابتدای راه صنعتی شدن بودیم در حوزه هستی، چون که در ابتدای راه بودیم غربی ها فشار می آوردن، می دونستن ما هنوز به قول معروف چیزی به اون مفهوم در چنته نداریم، بیشتر مهندسی معکوس و چند تا نمونه و ایناست. توجه میکنید اصلا ما صنعت هستی نداشتیم که 20 سال پیش به این صورت، الانه که ما صنعت هستی داریم. پس غرب فشار می آورد، ایشون هم مقاومت میکرد، اونا فشار می آوردن، آوردن 3 تا قطعنامه دادن زمان آقای دکتر جلیلی، ما 3 تا قطعنامه اگر اشتباه نکنم 1803 1835 1929، از 86 که ایشون مسئولیت گرفت تا 89 ما 3 تا قطعنامه گرفتیم.
به خاطر همون مقاومتی که به خرج داد. خب 90 بود که امریکایی اومد گفت من حاضرم با شما مذاکره بکنم. امریکایی چرا عمانی ها رو واسطه قرار دادن؟ برای اینکه دیدن فایده ای نداره. خب از یه طرف ایران روی حقوق خودش سفت و سخت واسطه، از اون برم امریکا میخواد اون نظرات خودش رو تحمیل بکنه، ولی به بنبست رسیدن. تا رسید به اینجا که دیدن صنعت هستی ما داره با قدرت میره جلو، با شتاب داره میره جلو، و واقعا با شتاب میرفت جلو. ما 20% زمان آقای دکتر احمدی نژاد، خود بنده توفیق داشتم اینجا شروع کردیم، باور نمیکردن غربی ها وقتی که اصلا شما برید رسانه های اون موقع رو مرور کنید ببینید چی میگن. اول میگفتن دروغ میگن. ما حتی مصاحبه کرده بودن با یکی از فکر میکنم هم دوره‌ای ما، میگفتن این سالی هیچ وقت دروغ نمیگفت، ولی نمیدونم چرا این دفعه دروغ میگه. ما گفتیم 20% ان شاء الله تولید میکنیم اینا. و من از من پرسیدن خب شما متهم به دروغگویی شدید، گفتم خب اشکال نداره، ما اگه 20% تولید بکنیم آژانس بالاخره گزارش میده یا ما تولید کردیم یا نکردیم. اگه آژانس گفت تولید کردیم، اون عزیزی که گفت من دروغ میگم عذرخواهی بکنه، اگه گفت ما نکردیم من عذرخواهی میکنم. این که راهش آسون. خب وقتی که آمریکا دید 20%ی که قرار بود ما اورانیوم 14%مون رو بدیم به اونها، بره خارج چند تن اورانیوم، بره روسیه، از روسیه بره فرانسه، بره روسیه غنی سازی بشه، بره فرانسه تبدیل به صفحه سوخ بشه، بیاد ایران 2 سال و نیم هم طول بکشه با همه شرایطش، ما اینو در کمتر از 2 سال ساختیم. از بی بسم الله تا آخرش ما کمتر از 2 سال، خدا رحمت کنه یاد شهید شهریاری بکنه، بزرگانی مثل شهید شهریاری رو جمع کردیم و واقعا تونستیم یه معجزه بکنیم. اینا دیدم فایده ای نداره، ایران داره چارنل میکوبه، داره میره جلو در صنعت هستی. لذا اوباما اومد چی گفت؟ گفت ما همه تلاشامونو کردیم پیچ مهره صنعت هستی ایران رو باز کنیم و اینها رو متوقف کنیم، اینها رو از نابود کنیم، ولی نتونستیم. و این داره هی منتشر میشه و این داره در اذهان بچه های اینها، دانشگاه های اینها جا میگیره. این علم دیگه رفته توی وجودشون دیگه. چکار اومدن گفتن عمانی ها رو واسطه قرار دادن که بیان مذاکره کنن، یعنی اینجا بود که عقب نشینی کرد. حالا اگر ما مثلا فرض بکنیم زمان آقای دکتر جلیلی مثلا، خب یه رفتار دیگه داشتیم، یه کار دیگه میکردیم، به این جا نمیرسیم. این مسیری که رفته شد منجر به این شد. اگه اینجوریه آمریکا چرا؟ لاجرم خودش رو در مقابل یک وضعیتی دید که نه ایران به قول معروف چیزی رو به اون صورت میپذیره، نه اینکه حالا آقای جلیلی هم نمیپذیرفت، آقای جلیلی هم پذیرفته بود راجب 20% اقداماتی بکنه و به صورت استپ بای استپ، قدم به قدم و اینا. اونام بالاخره پیشنهاد داشتن، ولی خب اون پیشنهادها مقبول اونها واقع نشده بود. ببینید ما میخوایم خودمون رو در یک موضع منصفانه بذاریم، توجه میکنید. منصفانش این بود، بنده هم اگر جای آقای جلیلی مذاکره میکردم بعد از 2 سال بدعهدی اونا قطعا نمیامدم به حرف اونا گوش بکنم، بگم اینو بذار کنار ما این کارو میکنیم، اونو بذار کنار ما اون کارو میکنیم. میگم از کجا مثلا معلومه شما 2 سال 6 ماهو کردید 2 سال و متوقف کردید ما رو.